و مجموعه خبرهای ساعت ده طلوع با ما سمیر رسا خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. افزایش تامین امنیت انتخابات. وزارت امور داخله از راه اندازی عملیات های ویژه برای پاکسازی بخش های مختلف کشور از وجود مخالفان مصالح دولت سخن میزند. ساعت اف با جبرام تا بال چندین جای هم تدابیر امنیتی بسیار خوب نرمال پیش می رفتن و فکر میکنم انمی سر انتخابات شاید زیاد تاثیر داشته باشه. انتظار جوانان برای اشتراک در انتخابات. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر انگشتایشان را به گونه نمادین رنگ کردند. خواهش ما از دخترها و خواهش ما از دختر خانم های افغانستان و زنهای افغانستان ای است که لطفا به پای صندوق های رای برن. تعهد کتبی از سوی نامزدان ریاست جمهوری. بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری به نهادهای جامعه مدنی تعهد سپردند که نیازهای مردم در سطر کارهایشان قرار خواهند داشت. ما برنامه های داشتیم، مناظره های داشتیم همراه کاندیدا اونا در قبال زنا در هر رسته در مسئله اجتماعی اقتصادی سیاسی تعهدات خود را داشتند. و سفر دیمیتری میدیودوف به کریمیا. نخست وزیر روسیه میگوید که مسکو کریمیا را به یک منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد کرد. سلام و شب شما بخیر. بررسی های امنیتی برای تامین امنیت انتخابات افزایش یافتند. وزارت امور داخله میگوید که عملیات های ویژه برای پاکسازی بخش های مختلف کشور از وجود مخالفان مصالح دولت را اندازی شدند. از سوی دیگر وزارت امور داخله سه مقام پلیس را که در حالت احتیاط بودند به حالت تعلیق درآورده است و در میان این سه مقام پلیس میرزا محمد یارمند معین اداره پیشین وزارت امور داخله نیز است. پس از نشر این گزارش، صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله برای بحث بیشتر خبر با ما هستند. آمادگی های امنیتی برای انتخابات افزایش یافتند. ایستگاه های بازرسی در بخش های گوناگون پایتخت بیشتر شدند و سربازان پلیس میکوشند تا از داخل شدن جنگ افزار و مواد انفجاری به داخل شهر جلوگیری کنند. از این رو آنان از رانندگان میخواهند تا با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. ریاست ترافیک کار داشتم، تا همونجا رفتیم آمدیم تقریبا 5-6 جای تلاشی بوده، دیگه از تدابیر امنیتی راضی هستیم. ما ساعت 7 بجه برامیم تا به حال چندین جای تدابیر امنیتی دیدیم بسیار خوب نرمال پیش میرفتن و فکر میکنم انمی سر انتخابات شاید زیاد تاثیر داشته باشه. مسئولان امنیتی میگن که هدف راه اندازی این گونه تلاشی ها در سطح کابل و سایر ولایاتی است که تا از فعالیت های راست‌افکنانه در روزهای انتخابات جلوگیری شود. و تا باشندگان پایتخت نیز میگن که در مدت 4 ساعت بیش از چندین بار در گوشه های از پایتخت تلاشی شدند و از این روند خرسند هستند. مسئولان امنیتی ولایت های دیگر کشور نیز از آمادگی های امنیتی برای تامین امنیت انتخابات سخن می زنند. مواد اساس هم تا نوز به 12 ولسوالی ها از طریق زمین اکمال شدن و به متبقی ولسوالی ها هم اکمال می شند. دیگری عملیات هایی که ما انجام دادیم و صورت گرفتند و سورده هم داریم. کل ها سیتونه چه دوست و شوش برسه کنه دیپو پتیکا بولیدی. او ان شاء الله تعالی د خپل هیواد دواله په مخ باندې خلاص وي او دوی کوي سوی په ډېره ډاډمنه فضا کې او د امن په فضا کې راسي خپله رایه وکاروي. این نیروها هم می روند تا امنیت روانی را تامین کنند که سرنوشت کشور را رقم خواهد زد. گفته می شود که هیچ یک از این سربازان و افسرانشان حق ندارند که به سود نامزدی کار کنند. و اما نهادهای امنیتی در کشور برای جلوگیری از این کار آیا برنامه روی دست گرفتند؟ تنها 4 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور باقی است. اما همواره بر بی‌طرفی منصوبین دولتی تاکید میشه و در این میان دیده شود که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس آیا بی‌طرفیشان را در انتخابات حفظ خواهند کرد؟ 3 نفری که امروز ما اعلان کردیم، 2 تن از جناب هر یک محترم سمنوال به احمد اکبر که قماندان کندک لوای محافظتی سرک حلقوی قیصار بودند، اونا وظیفهشان به تعلیق آورده شده و فرد دوم سمنوال امان الله بیک است که یکی از کارمندان مدیریت استخبارات قماندانی امنی ولایت غور بوده و 2 نفر دیگه هم که اونا وظایفشان به تعلیق آورده شده، اونا هم در حد قماندانی امنی ولسوالی ها بوده. به گفته مسئولان وزارت امور داخله در چند روز اخیر در برخی از ولایت های کشور
عملیات های گسترده نظامی راه اندازی شدند و در این عملیات ها ده ها تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند و در روز انتخابات این روند و گونه جدی زیر پوشش امنیتی خواهد بود. برای روشن شدن بیشتر وضعیت امنیتی کشور اینجا در استودیو صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخل است. آقای صدیقی سلام بر شما، خیلی زود خوش آمدید. سلام بر شما. بله، طوری که دیده میشه این روزها در پایتخت ایستگاه های امنیتی برای بازرسی و برای جلوگیری از حملات و همچنان انتقال مواد منفجره گرفته شده است و افزایش پیدا کرده است. آیا این چنین تدابیر شدید امنیتی تنها در مرکز پایتخت دیده میشه یا در سطح ولایت افغانستان نیز این چنین تدابیر امنیتی گرفته شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات برای نیروهای امنیتی افغانستان یک رویداد فوق العاده مهم است، قسمی که برای مردم هم یکی از رویدادهای سیاسی فوق العاده مهم است. برای امنیت و نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی افغانستان که مسئولیت تامین امنیت انتخابات هم داره همراه با نیروهای امنیتی افغانستان، ما روی برنامه های امنیتی به شدت کار میکنیم و هر روز وقت نزدیک میشیم به روز برگزاری انتخابات، ما ناگزیر که تدابیر خود بیشتر شدید بسازیم روی موارد و خالیگاه هایی که موجود است روی زو کار شود و از دیروز به این طرف تدابیر در تمام افغانستان در هر ولایت کشور توسط نیروهای پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی گرفته شده و همه از اینا به منظور دادن اطمینان بر مردم است که در روز انتخابات اینا بدون کدام نگرانی و حراس باید در انتخابات اشتراک بکنه و قوت خود نشان بدن. وزیر امور داخله و رهبری وزارت امور داخله به گونه پیوسته روی تامین امنیت انتخابات کار کردند و یکی از اهداف اساسی رهبری وزارت امور داخله ای است که مردم از امنیت انتخابات مطمئن شوند و ان شاء الله که مطمئن هستند، ما نمونه های زیادی از اشتراک وسیع مردم در کمپین های انتخاباتی در هر ولایت دیدیم. تامین امنیت سفرهای ولایتی کاندیدای محترم و گرد همایی های انتخاباتی در تمام ولایت نشانه خوب از این بوده که ان شاء الله ما خوب پیش میریم و برنامه های امنیتی ما نتیجه داده و روز انتخابات که ان شاء الله تمام نیروهای امنیتی افغانستان، پلیس، اردو و امنیت ملی از هر مرکز رایدهی حفاظت خواهد کرد، مردم باید مطمئن باشه که انشالله دشمن مانع انتخابات ما نمیشه. آیا این تدابیر شدید امنیتی به این معنی است که تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز شنبه است مردم از خانه هایشان بیرون نشوند و درس و کارشان نروند؟ نه خیر، نه، ما نزدیک میشیم به روز انتخابات، اما تصمیمی که مبنی بر تعطیل مکاتب گرفته شده خب بدون شک یکی از موارد بوده که خود کابینه امروز فیصله کرده اما انتخابات هم یکی از روزهای بسیار مهم است برای ما، یک روز سرنوشت ساز است. مردم افغانستان قرار است که سرنوشت سیاسی خود تعیین بکنه، یعنی هر کار که برای روز انتخابات و آمادگی برای روز انتخابات ما بگیریم شاید زیاد ضرر نکنیم، یعنی به فایده همگی خواهد بود. اما در مجموع هر تدابیری که گرفته میشه به منظور تامین امنیت خوب انتخابات باید مورد استقبال قرار بگیره. ان شاء الله که در روز انتخابات ما با نگرانی ها و مشکلات زیاد روبرو نخواهیم شد، چون مردم افغانستان تصمیم گرفتن، اراده را کردن. ان شاء الله در روز انتخابات همه ما شاید از این خواهد بودیم که مردم اشتراک بکنه. امیدواری ما و آرزوی وزیر امور داخله، رهبری وزارت امور داخله است که مردم اشتراک کنند. آقای صدیقی، نگرانی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماره از مردم به این است که از احتمال مداخله نیروهای امنیتی در روز برگزاری انتخابات، یعنی سوء استفاده از صلاحیت برای نفع نامزد مشخص، در این مورد چقدر تدابیر گرفتین و کسی که این کار را میکنه عاقبتش چی است؟ خب مردم و ستادهای انتخاباتی باید مطمئن شده باشه که هرگاه پلیس یا منصوب پلیس در پروسه های مختلف یا در کمپاین انتخاباتی به ضرر یا به فایده کدام کاندید کار بکنه، رهبری وزارت امور داخله روی سرنوشت آنها تصمیم میگیره. ما در حداقل در دو سه ماه گذشته افراد و اشخاص و منصوبین وزارت امور داخله که در انتخابات یا در کارزار انتخاباتی اینا مداخله میکردن، بعد از شناسایی، بعد از اینکه نهادهای کشفی ما بررسی خود کردن، افراد و اشخاص بودند که از وظایفشان برطرف شدن و وظایفشان به تعلیق آورده شد که امروز هم ما اعلان کردیم بر اساس شکایتی که از طرف شکایت رسمی و کتبی که از طرف ستاد انتخاباتی دکتر صاحب عبدالله از طرف قماندانی امنی ولایت بدخشان با وزارت امور داخله مطرح شده بود، رهبری وزارت امور داخله تصمیم گرفت که جنرال صاحب مرزا محمد یارمند که معین پیشین وزارت امور داخله بودند اتهام بالایشان بود که به نفع یک کاندید کار میکنه. وزارت امور داخله تصمیم گرفت و
اینا مو امتیازات را که از وزارت بایس جنرال احتیاط دریافت میکردن همش به تعلیق آورده شده بح. و تعهد که وزیر امور داخله با در پارلمان با مردم کرده که اصل بی‌طرفی پلیس ثابت میسازن و او را حفظ میکنن. ما هر روز اقدامات کردیم و هرگاه هر ستاد شکایت کتبی با ما ارسال کرده باشه ما حاضر هستیم که همون لحظه اقدام بکنیم. بله. آقای صدیقی، من میخوایم که بفهمم در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به چی تعداد نیروهای امنیتی از کدام دست نیروهای امنیتی افغانستان به فعالیت گماشته میشن؟ بدون شک نیروهای امنیتی افغانستان حاضر هستند، آمادگی دارن. نزدیک به 350,000 نیروی امنیتی افغانستان، اهم از پلیس ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان از انتخابات محافظت خواهد کرد و قسمی که رهبری وزارت امور داخله بارها اعلان کرده، خود جناب وزیر صاحب امور داخله تعهد کردن برای تامین امنیت انتخابات، انشاءالله در روز انتخابات این نیروها که از نگاه کمیت و از نگاه کیفیت و تجربه در یک حد بسیار خوب قرار داره، از انتخابات بایش یک رویداد مهم سیاسی کشور محافظت خواهد کرد. و در پایان، تفاوت این روزها با روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سطح امنیت چی خواهد بود؟ و در اخیر اگر پیام به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و مردم افغانستان وزارت امور داخله داره بفرمایید. باور ما این است که انتخابات ما دشمنان زیاد خواهد داشت، دشمنانی که فقط دشمن پروسه‌های سیاسی ما هستند، اونا در کمین هستن، اونا هم تلاش خواهد کرد، اما انشاءالله که به هدف نمیرسن. پیام ما، پیام وزیر امور داخله، پیام نیروهای امنیتی افغانستانی است که مردم بدون کدام حراس و نگرانی در انتخابات اشتراک بکنه. انشاءالله که انتخاباتشان تامین امنیت میشه و با اشتراکشان در انتخابات یک جواب محکم و یا پاسخ قوی به او دشمنای اینا ارائه بکنه که همیشه در کمین بودن و همیشه دشمن پروسه‌های سیاسی افغانستان بوده. وزیر امور داخله بارها اطمینان به مردم داده، امروز هم به نمایندگی از وزیر امور داخله یک بار دیگر این پیام به مردم خود میفرستیم که انشاءالله هر آنچه که در اختیار پلیس ملی افغانستان است، اردوی ملی افغانستان است و امنیت ملی افغانستان است، در روز انتخابات به خرج داده خواهد شد تا از انتخابات محافظت شود. اما اشتراک مردم به گونه گسترده، به گونه وسیع در انتخابات و ای که انتخابات یگانه گزینه ما و برای تعیین سرنوشت سیاسی ما است، امیدوار هستیم که مردم اشتراک کنند. خیلی سپاس از شما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، برای بحث بیشتر خبر با ما. تشکر از شما. تشکر از شما. ادامه خبر هاست. و شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر انگشتهایشان را به گونه نمادین رنگ کردند و بی صبرانه انتظار میکشند تا به پای صندوق های رای دهی بروند. اعضای شبکه میگویند که حتی اگر انگشتهایشان هم قطع شوند، به پای صندوق های رای دهی خواهند رفت و رای خواهند داد. این شبکه از مردم میخواهد تا رای بدهند و در انتخابات شرکت کنند. جوانان بی صبرانه انتظار رفتن به پای صندوق های رای هستند. اینجا شماری از جوانان شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر گرد آمدند و انگشت هایشان را به گونه نمادین رنگ کردند. این جوانان میگویند از آنجایی که کمتر از یک هفته دیگر به انتخابات مانده است، با رنگ کردن انگشت دست و گرفتن کارت های رای دهی بی صبرانه انتظار رفتن به پای صندوق های رای دهی را میکشند. من من هست یک جوان، اگر طالبا و القاعده دست مرا هم قطع بکنن، انگشت مرا قطع کنن، در راه شرکت خواهد کردم. هیچ کسی نمیتونه اراده مردم افغانستان از مردم سلب بکنه. ما به طرف انتخابات میریم، برای شهادت برسیم، برای کشته شیم، برای قربانی شیم. ما رای میتیم، حتما رای میتیم و خواهش ما از دخترها و خواهش ما از دختر خانم های افغانستان و زنای افغانستان ای است که لطفا به پای صندوق های رای برن. این جوانان میگویند که استخبارات کشورهای همسایه طالبان و القاعده تلاش دارند مردم را از این نقشان محروم سازند، اما آنان میگویند که با همه چالش ها رویارویی خواهند کرد. هدف از رنگ کردن کلک ما و از جمع شدن ما به اینجا تشویق مردم، تشویق جوانان، تشویق خانما و تشویق تمام اتباع افغانستان ای است که اینا را تشویق بکنیم که در صندوق های رای برن و رای خود بریزن. باید رای ورکو خپل سرنوشت وټکو او کچی رزمش ګټه په دې ځای قدم شي، موږ خپل رای ورکو ان شاء الله. این جوانان میگن که برای رفتن به پای صندوق های رای دهی لحظه شماری میکنند. چون کارت ما در روی دست ما است، ما لحظه شماری میکنیم تا رسیدن لحظه ای که ما رای خود را در صندوق ها بریزیم، تا زعیم ملی خود را چنان که حق ما است تعیین بکنیم. رای یعنی امانت، امانت بله سپردن،
یک اصل دینی هست. منان ما از تمام شهروندان افغانستان کوشش تقاضا میکنیم و از اونا صمیمانه میخواهیم که به پای صندوق‌های رای بروند و این امانت به اهلش بسپارند. روزهای انگشت شماری به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مانده است و مردم بی‌صبرانه انتظار دارند تا به پای صندوق‌های رای بروند. باشندگان پایتخت ثبت نام و رفتن به پای صندوق‌های رای را مشت محکم به دهن عراس افغانان می‌دانند. بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری به گونه کتبی به نهادهای جامعه مدنی تعهد سپردند که نیازهای نخست مردم را در صدر کارهایشان قرار می‌دهند. شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی میگن که بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری تعهدنامه‌ای را که نهادها آماده کرده بودند امضا کردند. در این تعهدنامه تأمین صلح و ثبات همیشگی، توسعه اقتصادی، تأمین حقوق بشر، حاکمیت قانون و ایجاد حکومتداری خوب در کشور از اولویت‌های گفته شدند. نهادهای جامعه مدنی دستاوردهای یک دهه گذشته را برای تأمین حقوق بشر، آزادی بیان، بازسازی و آموزش و پرورش برای شهروندان کشور بسیار مهم می داند. از همین رو این نهادها تعهدنامه را در زمینه نگهداری این دستاوردها و آوردن ثبات همیشگی سیاسی و امنیتی آماده ساختند تا آن نامزدان ریاست جمهوری که به این دستاوردها ارزش می دهند امضا نمایند. در همین حال این نهادهای جامعه مدنی می گویند تنها گزینه ای که می تواند این دستاوردها را نگهداری کند برگزاری یک انتخابات شفاف است. روی اولویت های اساسی در 5 ساحه کلیدی که عبارتند از صلح و ثبات سیاسی، انکشاف بشری، انکشاف اقتصادی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حکومتداری خوب و در نهایت صحت، ورزش و محیط زیست بحث و گفتگو کردند و نتیجه بحث ها و پیشنهادات در چارچوب تعهدنامه ملی تدوین گردیده و به تمامی نامزدان ریاست جمهوری ارسال شد تا به مثابه یک میثاق بین جامعه مدنی و نامزدان ریاست جمهوری 1393 به امضا برسد. تعهد به تامین حقوق زنان و طرح برنامه‌ها برای بیرون رفت از چالش‌های کنونی به گونه کتبی از سوی نامزدان ریاست جمهوری به نهادهای جامعه مدنی از خوشبینی‌های هستند که اعضای جامعه مدنی بر آنها اشاره می‌کنند. آنچه خیلی مهم است در این بار و در این تلاش نهایی که جامعه مدنی افغانستان انجام داده است که دقیقاً به خطوط بسیار اساسی آینده و خصوص خطوط کاری آینده برای دولت‌های آینده در افغانستان نوعی از نظارت تسجیل شده از قبل وجود داشته باشه تا ما بتانیم زمینه کار بیشتر برای حکومت و برای دولت به اصطلاح باعث شویم و سبب شویم. ما برنامه‌های داشتیم، مناظره‌های داشتیم همراه کاندیدا اونا در قبال زنا در هر رسته در مسئله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تعهدات خود را داشتن. امضا شدن این تعهدنامه از سوی بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری خوشبینی‌های را در میان اعضای جامعه مدنی به میان آوردند. این اعضای جامعه مدنی میگویند که سپردن تعهد کتبی از سوی نامزدان ریاست جمهوری به نهادهای جامعه مدنی نشان دهنده پاسخ مثبت نامزدان به نهادهای جامعه مدنی است. سرکنسول ایالات متحده آمریکا در هرات از احتمال تقلب در انتخابات ابراز نگرانی میکند و در نشست با شماره از خبرنگاران در این ولایت تاکید میورزد که هرچند هزاران نیروی امنیتی برای تامین امنیت و نیز حضور ناظران برای نظارت در این روند حضور خواهند داشت، اما نگرانی های درباره تقلب در این روند وجود دارد. این دیپلمات آمریکایی میافزاید که نامزدان ریاست جمهوری باید خودشان را برای پذیرفتن نتیجه نهایی انتخابات آماده سازند. اشرف غنی احمدزاده میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات پیشرو به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا فرزندان این کشور را به بهانه های گوناگون بکشد. وی که امروز به ولایت های فاریاب و جوزجان رفته است میگوید که دسته انتخاباتی او با خشونت ها و هراس افغانی مبارزه جدی خواهد کرد. عبدالله در میان هوادارانش در ولایت های پنجشیر و بامیان میگوید که وی خواهان یک افغانستان واحد است و سوادارانش میخواهد تا از بهر پیروزی دسته انتخاباتی وی دعا کنند و در انتخابات سهم بگیرند. این نامزد ریاست جمهوری از مردم بامیان نیز میخواهد تا با رفتن به پای صندوقهای رای وی را پیروز گردانند. شورای سراسری قوم ناصری حمایتش را از نامزدی زلمی رسول اعلام کرد. زلمی رسول با ستایش از حمایت این قوم میگوید که در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری حقوق این قوم در حکومت آینده تامین خواهد شد. از سوی هم
معاون دوم زلمه رسول نقش زنان را در انتخابات بسیار ارزنده می‌داند و تاکید می‌ورزد که به تمامی حقوق زنان در حکومت آینده رسیدگی خواهد شد. عبدالرب رسول سیاف می‌گوید که اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، روند گفتگوهای صلح را سرعت می‌بخشد. این نامزد ریاست جمهوری که به ولایت کندهار رفته است، با آنکه بر موضع پیشینش درباره هراس افغانان تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید که گفتگوهای صلح در سطر برنامه‌هایش جا دارد. تا لحظات دیگر، سفر دیمیتری میدیودوف نخست وزیر روسیه به شبه جزیره کریمیه روسیه. با ادامه خبرها خوش آمدید. نخست وزیر روسیه میگوید که مسکو شبه جزیره کریمیه اوکراین را به یک منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد کرد. دیمیتری میدیودوف که برای بررسی روند توسعه اجتماعی و اقتصادی شبه جزیره کریمیه به این منطقه اوکراین رفته است، می‌افزاید که کریمیه اکنون از اولویت‌های روسیه است. از سوی دیگر، مقام‌های وزارت خارجه از عقب نشینی تدریجی نیروهای روس از مرزهای اوکراین خبر می‌دهد. نخست وزیر ترکیه مخالفانش را به پرداخت هزینه عملکردهایشان هشدار می‌دهد. رجب طیب اردوغان که حزبش برنده انتخابات محلی در این کشور شده است، می‌گوید که کسانی که حکومت وی را متهم به فساد کردند پاسخگو خواهند بود. از سوی دیگر، احزاب مخالف حکومت ترکیه هشدار می‌دهند که از این پس هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. تا لحظات دیگر، کسر بیلانس تجارت کشور در سال 2014 میلادی. با ادامه خبرها خوش آمدید. اگر دولت برنامه های وسیع اقتصادی را روی دست نگیرد، کسر بیلانس تجارت کشور در سال 2014 میلادی از 95% هم فراتر خواهد رفت. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع با ابراز مطلب هشدار می‌دهند که اگر دولت به اقتصاد توجه نکند، امسال پرچالش‌ترین سال برای اقتصاد کشور خواهد بود. از سوی هم اداره مرکزی احصایه می‌گوید که امسال نیز کسر بیلانس تجارت مانند پارسال 95% است. اکنون فشرده چند خبر. افزایش تامین امنیت انتخابات. وزارت امور داخله میگوید که عملیات‌های ویژه برای پاکسازی بخش‌های مختلف کشور از وجود مخالفان مصالح دولت راه اندازی شدند. انتظار جوانان برای اشتراک در انتخابات. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر انگشتهایشان را به گونه نمادین رنگ کردند. و سفر دیمیتری میدیودوف به کریمیه. نخست وزیر روسیه میگوید که مسکو کریمیه را به یک منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد کرد. این بود خبرهای این ساعت. تشکر از توجهتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.